منابعی برای پناهندگان، حمل و نقل عمومی در ایالات متحده. وقتی به محل جدید زندگیتان وارد می شوید، لازم است با نحوه جابجایی آسان از یک محل به محل دیگر آشنا شوید. بسیاری از افراد در ایالات متحده رانندگی می کنند، اما ماشین گران قیمت است و ممکن است در ابتدا توانایی مالی چنین کاری را نداشته باشید. در اکثر مناطق یک یا تعداد بیشتری از انواع روش‌های حمل و نقل عمومی وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید به آژانس اسکان مجدد، محل کار و همچنین فروشگاه‌های مختلف، بانک و دیگر مراکز خدمات عمومی بروید. آشنایی با نحوه استفاده از روش‌های حمل و نقل عمومی برای رسیدن ایمن به مقصدهای مورد نظر و انجام کارهای مورد نظر، اولین گام بسیار مهم در تطبیق با محل جدید زندگی است. آژانس اسکان مجدد اطلاعاتی را درباره حمل و نقل عمومی در محل جدیدتان در مدت کوتاهی بعد از ورود در اختیارتان قرار می دهد. حمل و نقل عمومی. حمل و نقل عمومی در ایالات متحده در هر مکان متفاوت است. در بعضی مکان‌ها تقریباً برای رفتن به همه جا به وسایل حمل و نقل عمومی نیاز دارید. در سایر مکان‌ها فقط بعضی مواقع می‌توانید از این وسایل استفاده کنید یا ممکن است چنین وسایلی وجود نداشته باشند. سه نوع اصلی وسیله حمل و نقل عمومی وجود دارد: اتوبوس، مترو و ترن‌های درون شهری. این وسایل بر اساس یک برنامه زمانی حرکت می کنند و در مکانهای خاصی توقف دارند تا افراد بتوانند به آنها سوار شده و پیاده شوند. اکثر مواقع برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی لازم است از قبل بلیط بخرید یا در زمان سوار شدن پول پرداخت کنید. بعضی مواقع لازم است دقیقاً هزینه را برای کارت حمل و نقل الکترونیکی با اعتبار کافی پرداخت کنید. بعضی مواقع هزینه مورد نظر بر اساس طول مدت سفر محاسبه می شود. کارت‌های ترانزیت در ایستگاه‌ها و سایر مکان‌ها وجود دارد که با پرداخت مبلغ نقدی یا استفاده از کارت اعتباری یا دبیت کارت می توانید دوباره کارت ترانزیت را شارژ کنید. در ساعت‌های شلوغ، قیمت وسایل حمل و نقل عمومی ممکن است از سایر ساعت‌های روز بیشتر باشد. ترن و اتوبوس ممکن است در ساعت‌های شلوغ و در شهرهای بزرگ شلوغ‌تر باشند و در نتیجه ممکن است بیشتر طول بکشد تا به مقصدتان برسید. اگر می‌خواهید به موقع به سر کارتان بروید یا اگر قرار ملاقات مهمی دارید، باید زمان بیشتری را در ساعت‌های شلوغی در نظر بگیرید. بعضی از وسایل حمل و نقل عمومی به خوبی علامت گذاری شدند. برای افراد مسن، ناتوان و زنان باردار محل خاصی برای نشستن در نظر گرفته شده است. انتظار می رود افرادی که توانایی بدنی خوبی دارند در صورت لزوم جای خود را به افراد ناتوان بدهند. پیاده روی و دوچرخه سواری. پیاده روی و دوچرخه سواری کارهای ارزان قیمتی هستند، روشهای راحتی برای جابجایی هستند و برای سلامتتان هم مفید خواهند بود. قوانینی برای نظارت بر پیاده روی و دوچرخه سواری وجود دارد. مراقب علائم راهنمایی و رانندگی باشید تا بتوانید به صورت ایمن در محلتان پیاده روی کنید. از پیاده روها استفاده کنید و هنگام عبور از خیابان از خط عابر پیاده یا از گوشه های خیابان رد شوید. دوچرخه تان را در مکانهایی که مشخص شده پارک کنید و آنها را به خوبی قفل کنید. در اکثر شهرها خطوط ویژه‌ای برای حرکت دوچرخه وجود دارد و قوانین و مقررات ترافیکی و ایمنی خاصی نیز برای دوچرخه سواران موجود است. در بسیاری از مناطق به واسطه قانون لازم است کلاه‌های مخصوص دوچرخه سواری بپوشید و در بعضی شهرها هم لازم است برای دوچرخه سواری گواهینامه خاصی داشته باشید. برای دوچرخه سواری ایمن بسیار مهم است که قوانین ترافیکی را بدانید و آنها را دنبال کنید. در بعضی از شهرها برنامه‌هایی برای استفاده مشترک از دوچرخه وجود دارد که به دوچرخه سواران اجازه می‌دهد دوچرخه‌ها را برای مدت کوتاهی کرایه کنند.
در اکثر این برنامه‌ها ایستگاه‌های اتوبوس در اطراف شهر وجود دارد و دوچرخه سواران برای راندن دوچرخه از یک ایستگاه به ایستگاهی دیگر و در زمان ترک کردن دوچرخه برای استفاده نفر بعدی باید هزینه‌ای را پرداخت کنند. معمولاً لازم است دوچرخه سواران با استفاده از کارت اعتباری یا دبیت کارت هزینه را پرداخت کنند یا از قبل عضوی از برنامه باشند. در بعضی از برنامه‌ها اپلیکیشن‌های خاص تلفن همراه وجود دارد که به دوچرخه سواران اجازه می‌دهد دوچرخه‌های موجود را پیدا کنند و هزینه را پرداخت کنند. استفاده از ماشین‌های مشترک و تاکسی. خدمات استفاده از ماشین‌های مشترک مانند لیفت و اوبر در بسیاری از شهرها در سرتاسر ایالات متحده قابل استفاده است. در بسیاری از موارد استفاده از این وسایل ارزان‌تر و راحت‌تر از تاکسی‌های معمولی است. اما برای رزرو کردن ماشین باید از تلفن همراه هوشمند با برنامه‌های خاص استفاده کنید و با استفاده از کارت اعتباری یا دبیت کارت حسابی ایجاد کنید و از این طریق هزینه را پرداخت کنید. در خیابان یا در مکان‌های خاص در بعضی از شهرها می‌توانید تاکسی بگیرید یا اگر به زبان انگلیسی صحبت می‌کنید می‌توانید با تماس با شرکت تاکسی بگیرید. رانندگان تاکسی معمولاً هزینه را به صورت نقدی یا با استفاده از کارت اعتباری دریافت می‌کنند، اما قبل از سوار شدن به ماشین باید ابتدا روش پرداخت را تایید کنید. استفاده از ماشین مشترک و تاکسی گران‌تر از وسیله حمل و نقل عمومی است و برای استفاده روزانه توصیه نمی‌شود، اما در شرایط اضطراری ممکن است مفید باشد. خرید ماشین و رانندگی. داشتن ماشین شخصی و دسترسی به آن مزایا و مسئولیت‌هایی را به همراه خواهد داشت. هزینه های مرتبط با ماشین شامل پرداخت ماهیانه هزینه ها در صورت خرید با اعتبار، بیمه، هزینه گواهی نامه و ثبت، هزینه پارک، بنزین و هزینه های مربوط به نگهداری از ماشین است. این هزینه ها معمولاً به سرعت باعث تمام شدن درآمدتان می شوند و در نتیجه ممکن است در ابتدا لازم باشد از وسایل حمل و نقل عمومی برای رفتن به مکانهای مختلف استفاده کنید. بعدن که کار مناسبی پیدا کردید و توانایی پرداخت هزینه های ماشین را پیدا کردید می توانید نسبت به خرید ماشین اقدام کنید. برای همه کسانی که می‌خواهند رانندگی کنند، لازم است امتحان رانندگی بدهند و گواهی نامه داشته باشند.